رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم را اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اوائل توضیح المسائل معمولا این مسئله ذکر شده که انسان واجب است مسائل مبتلا به خودش رو یاد بگیره، که اگر مسئله‌ای که معمولا آدم‌ها باهاش درگیر هستن اون رو بلد نباشه خودش اشکال شرعی داره. نمی‌تونه بگه که خب بلد نبودم، وقتی که بلد نیستم تکلیف برم نیست یا تقصیری ندارم. این خیلی مسئله جالبیه، در اول توضیح المسائل معمولا میاد و همه هم میتونن وجوبش رو عقلا درک بکنن، حالا در احکام شرعی هم که تصریح شده. اهل فضل الحمدلله در جلسه فراوان هستن، دوستانی هم که ظاهرا طلبه نیستن، بالاخره هر کی اهل قوم هست یه جورایی طلبه محسوب میشه در میان جامعه، به ویژه طلاب جوان که به جای خودشون اهل علم و پژوهش هستن. بنده صریحا میخوام یک مسئله رو مطرح بکنم، شما ببینید پاسخ این مسئله چه خواهد شد. در آیات کریمه قرآن دو جزء داره پیام پیامبران، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. فقط پیامبران به خدا دعوت نمی کنن، و اجتنبوا الطاغوت جزء دوم و مکمل دعوت پیامبران هست، یعنی خدا رو بندگی کن، از طاغوت اجتناب کن، نگذار طواغیت بر تو مسلط بشن. هر کی بخواد تو رو اداره کنه، خدا بهش دستور نداده باشه، خدا بهش اجازه نداده باشه، طاغوته، طغیانگره، اومده از حدود خودش پا فراتر گذاشته و داره حقوق تو رو پایمال میکنه. خب سوال این است که آیا آموزش‌های خاصی لازم نداره تا آدم اجتناب از طاغوت رو بتونه اجرا کنه؟ فقط شکیات نماز هست که آدم باید یاد بگیره؟ فقط احکام غسل و وضو هست که آدم باید یاد بگیره؟ نباید آموزش‌هایی انسان ببینه؟ واجب نیست بر انسان دانایی هایی داشته باشه که در اجتناب از طاغوت به کار میان؟ آیا ما نباید روش های سلطه طواغیت بر جوامع بشری رو ببینیم، بدانیم، یاد بگیریم؟ آیا ما نباید روش های رهایی از سلطه طاغوت رو بفهمیم و درک کنیم؟ آیا این شرعاً واجب نیست؟ سوال دیگه، مسئله تو سوال کردن چیز خوبیه، علما در مجلس حضور دارن، اجتناب از طاغوت که به صورت یک نهی کلی یا به تعبیری امر کلی در این آیه ذکر شده مصادیق فراوانی داره. هیچ آموزشی نمیخواد؟ اینکه شرعاً حرام است قراردادی بسته بشود جامعه اسلامی را زیر سلطه طواغیت عالم کفار قرار بدهد،
یکی از مسائلش نیست؟ اینها واجبات شرعی ماست. یکی از واجبات شرعی ما این است که این چند موضوع رو یاد بگیریم. شما به من خبر بدید در این 40 ساله انقلاب چه مقدار از این آموزش هایی که واجب است شرعاً، احتمالاً البته بنده حدس میزنم، شما بفرمایید، چه مقدار از این آموزش هایی که شرعاً واجب است در مدارس و مساجد ارائه شده است؟ چرا باید بعضی از طلبه ها مشهور بشن به سخن گفتن از مسائل سیاسی که اجتناب از طاغوت رو به انسان یاد میده؟ بقیه طلبه ها مگه دین ندارن یا اینو جزء دین نمیدونن؟ آقا اجتناب از طاغوت جزء دین هست یا نه؟ بله. مثل این که من باید از اول سوال کنم، عبادت جزء دین هست یا نه؟ عبادت چگونه انجام بگیرد شرعاً واجب است یاد بگیریم یا نه؟ اجتناب از طاغوت جزء دین هست یا نه؟ اجتناب از طاغوت چگونه باید انجام بشود واجب است یاد بگیریم یا نه؟ اگه پوست ما رو نکنن که آقا همینجوری حکم شرعی شما استنباط میکنی از دین، آقا دیگه بعضی از احکام قدر روشنن، مردم هم اینا رو بلدن. عقلا محال شما اجتناب از طاغوت رو واجب بدونید و بگی ولی من نمیخوام اطلاعاتی داشته باشم درباره روش اجتناب از طاغوت. عبادت خدا رو واجب میدونی؟ من نمیخوام روش عبادت رو یاد بگیرم. نمیدونم واقعا باید کسی بهت این سوالا رو ما جواب بده. دانشهایی که واجب است احتمالاً برای اجرای اجتناب از طاغوت چنین دانشهایی هستند. یک، طاغوت چگونه سلطه پیدا می کند؟ ندانی که ببعی خواهی شد، نه اینکه دینت را اجرا نخواهی کرد، دنیایت را هم خواهند برد. چجوری طاغوت سلطه پیدا می کنه؟ الان ما در تواقیت مواجه هستیم با تواقیت زمان خودمون. این انگلیسی های خبیث چجوری 60 میلیون نفر بر 1 میلیارد نفر هندوستان غلبه کردن؟ سر هر کوچه یه پلیس گذاشتن، آدم ها رو همه رو زنجیر بستن، اومدن تو تلویزیونشون به مردم فحش دادن، چی کار کردن؟ روش های سلطه طاغوت رو ما نباید یاد بگیریم؟ چجوری شد 9 میلیون نفر انگلیسی ها تو این کشور قحطی ایجاد کردن، قتل عام کردن؟ اینا واجب نیست یاد بگیریم؟ باید مثل گوسفندا زندگی کنیم؟ باید سرمونو ببرن؟ دین میگه به من چه؟ قارتت کردن یا نه؟ دین اینجوریه؟ دین میگه به من چطور کشتن، نابودت کردن یا نه؟ آقا این چه دینیه بعضی ها معرفی میکنن؟ یکی از موضوعاتی که قطعا واجبه یاد بگیریم تا اجتناب از طاغوت تحقق پیدا بکنه اینه که ببینیم طواغیت چگونه مسلط می شوند.
چگونه نفوذی های خودشون رو در دستگاه های دولتی در سراسر جهان تحمیل میکنن، چگونه ارتباط میگیرن. دین به ما گفته ساده باش، دین به ما گفته خودتو به نفهمی بزن، یا دین گفته نفهم. دین به ما گفته نفهم این چیزا رو. وقتی بریم یاد بگیریم حواقی چجوری سلطه پیدا میکنن بر یک جامعه، چجوری تضعیف میکنن یک جامعه رو، اگه یاد بگیریم. نمیدونم البته هنوز واجبه یا نه، نمیفهمم، شما بگید بالاخره تو دین هست این چیزا یا نه. دین با مرگ ملتها و نابودیشون کاری نداره؟ آخه تو رو خدا رحم کنید بابا، تو رو خدا، تو رو پیغمبر. دین که نسبت به قتل یه آدم حساسیت نشون میده، دین نسبت به قتل 9 میلیون نفر در ایران حساسیت نشون نمیده. چیکار میکنه این دین؟ چجوری انگلیسی ها با نفوذی هاشون قحطی تو کشور را انداختن؟ اگه یاد بگیریم متوجه میشیم چجوری انگلیسی ها با نفوذی هاشون گرونی الان را انداختن. دانش دیگه اینجوری میشه که اینجوری میشه. بعد اگه یاد بگیریم میفهمیم که به نفوذی هاشون میگن چجوری گاهی موافق حرف بزنیم، چجوری توجیه کنید نفوذ و سلطه رو. یه پیشبینی هایی در قانون اساسی شده، در برخی از احکام شرعی هم که صریحاً اعلام شده، عبارت های خاصی هست مثل حرام بودن سلطه کفار بر مسلمانان. این جریان پالرمو چیه؟ این جریان سلطه‌ای که اجانب میخوان بر ما پیدا بکنن در گردش مالی حساب‌های داخلی کشور چیه؟ استعمار قدیم، استعمار کهنه بود. انگلیسی‌ها با سربازاشون میرفتن تو هند، میگفتن اینجا مال ما، حرف ازن میکشنمت. اون دورانش گذشت، شاید الان 100 سال گذشته باشه از اون دوران. بعد استعمار نو اومد. استعمار نو توسط بفرمایید نه استعمار نو توسط نفوذی ها و دیکتاتورهای دست نشانده بود، درسته؟ بعد استعمار فرانو اومد. این کلمه استعمار فرانو رو سالها پیش مقام معظم رهبری توی یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن. استعمار فرانو یکی از شیوه‌هاش اینه که قوانینی رو وضع میکنن، میگن اینا قوانین بین المللیه، تو بخوای تو جهان آزاد زندگی کنی و جامعه جهانی پذیرفته بشی باید این مقررات رو رعایت بکنی. خودشون هم رعایت میکنن، این گرگه. بعد میگن تو باید رعایت بکنی، بعد تو میری اون قوانین رو رعایت بکنی، یکی یکی از هستی ساقطت میکنن. الان تو کشور ما جریانی که طاغوت داره دنبال میکنه که سلطه پیدا کنه، ما هم که باید اجتناب کنیم از طاغوت دیگه، درسته؟ چه روشایی داره؟ ندونیم، فقط روش عبادت رو بدونیم، اجتناب از طاغوت آگاهی نمیخواد، دانش نمیخواد. تو احکام ببینید چه چیزایی رو به ما یاد میدن. بعضیاش اصلا احکام نیست. مثلا فرق بین آب مضاف و آب غیر مضاف رو میان یاد میدن. میگیم اینو برای چی به ما یاد میدی؟
میگه برای اینکه بعدا میخوام میگم باب مضاف نمیتونی وضو بگیری. یعنی یه دانشهایی تو احکام به ما میدن که بعدا احکامی سوار شد بر این موضوعات و موضوع رو باید بشناسی. درسته؟ ما الان باید قراردادهای بین‌المللی کدومشون استعماری هم بشناسیم و الا مثل بره زندگی خواهیم کرد، مثل گوسفند سرمون رو خواهند برید. ما گله نیستیم ما رو اداره کنن. سوال من اینه ها، این دانشها برای اجتناب از طاغوت لازمه یا لازم نیست؟ اومدیم قم داریم سوال شرعی می‌پرسیم دیگه. آدم یه آقای دکتر می‌بینه میگه راستی این مریضی مالش چطور میشه، یا حاج آقا هم آدم می‌بینه میگه مسئلتون، یاد مسائلش میفته. حالا ما هم شما رو دیدیم ماشاءالله قم و چهار مردون هم اصل قم و اینا، خب حالا مسئله یادش میاد یه مسئله بپرسیم راستی اینا. دانش اول اینه که چگونه طاغوت سلطه پیدا میکنه. دانش دوم چجوریه؟ چیه اون دانش؟ راه های مقابله با طاغوت، اجتناب از طاغوت چیا هستن؟ باید چیکار کنیم؟ در مقابل این که فهمیدیم طاغوت چگونه سلطه پیدا میکنه، باید بگیم چیکار بکنیم؟ اینا هم جزء واجبات ما هست احتمالا که باید بدونیم. به این ترتیب بصیرت یافتن و بسیاری از دانش‌های سیاسی و تشخیص سیاسی داشتن و بصیرت سیاسی داشتن گاهی واجب شرعن. حالا من میگم گاهی واجب شرعن، ممکنه همش واجب نباشه، شرعن فضل باشه، مستحب باشه، نمیدونم. حالا درگیر نیستیم ولی الان درگیریم. ما اگر ببینیم مملکتمون خوب اداره نمیشه، شرعاً لازم هست یه بررسی بکنیم ببینیم نکنه ما داریم میریم زیر سلطه طاغوت، یا نه شرعاً وظیفه نداریم. همجوری من نگاه میکنید فقط ها. اگه بگید شرعاً وظیفه نداریم بررسی کنیم، میپرسم که یعنی دین به ما میگه گوسفند باشیم؟ معاذ الله. انقلاب با حساسیت سیاسی شروع شد، با حساسیت سیاسی نسبت به کاپیتولاسیون شروع شد. انقلاب ما با یک حساسیت شرعی شروع شد. الان دیگه دشمنان ما، ما داریم آقا بگید رفتیم یه مسجدی سخنرانی بشنویم، رفت تو مسائل احکام، احکام گفت، سخنرانی بلد نبود بکنید، رفت احکام گفت. سلطه طاغوت بر جامعه اسلامی حرامه. من یکی از نکاتی که خیلی دوست دارم شرعن یاد بگیرم اینه، کسانی که سلطه طاغوت بر جامعه اسلامی رو فراهم میکنن حکمشون چیه؟ حالا دیگه من بلد نیستم، شما میدونید، من نمیدونم. چقدرم زود حکم میدن؟ اعدام. شاید باید پاهاشو ببندن بکشن تو خیابون، یعنی با صورت رو زمین بکشن، هم دیدید اعدام. نه واقعا حکم ندارن اینا؟ یکی جیب بری کرد حکم داره، درسته؟ یکی با سیاست‌هایی غلط اومد نفوذ دلار رو بر سرنوشت اقتصادی کشور افزایش داد و بعد یه دفعه ثروت کل مردم رو یک سوم کاهش داد، این تو اسلام حکم نداره؟ واقعا خیلی جالب اگه نداشته باشه، من خیلی بعید میدونم، من نمیتونم باور کنم.
حکم داره یا نداره؟ کسانی که سلطه طاغوت رو بر امت اسلامی، نه امت اسلامی، حالا یه سوال دیگه بپرسم، کسانی که سلطه طاغوت رو بر جوامع انسانی راهش رو هموار میکنن، اونا حکمشون چیه؟ بالاخره دیگه اینا هم سوال دیگه، سوال خیلی مهمیه. آقا یه نفر هزار نفر رو بکشه حکم نداره، یه نفر رو بکشه حکم داره. تو سلطه طاغوت رو مقدماتش رو فراهم بکنی این حکم نداره. الان بنی صدر از نظر اسلامی حکم شرعیش چیه؟ پرونده جاسوسی و نفوذیش در اومد بیرون، این که مسلمه، درست شد؟ بعد هی مقابل بعثی ها زمین میداد، هی تلفن میزد پادگان ها رو خالی کنید بیاید عقب. انقدر بعثی ها اومدن جلو، بعد یه جنگی شکل گرفت، 200,000 تا شهید دادیم. الان من اصلا حکمش چیه؟ میخوایم بررسی کنیم دیگه، سوال دیگه. بعد سالهای سال آخر جنگ چی شد؟ همه اون چیزی که 8 سال ما پس گرفتیم از عراقی، از بعثی ها با 200,000 شهید حدوداً، سال آخر جنگ طی چند ماه همه شو دوباره دادیم به بعثی ها. این دفعه رو که اینجوری کرد، نداریم بررسی میکنیم بیه. اگه کسی این کارو کرده باشه حکمش چیه؟ آقا داریم سوال میکنیم، یه سواله، باید احکام شرعیمون رو باید یاد بگیریم. جای آشتیانی، رفقای دیگه، علما همه حضور دارن، آقا مسائل شرعیمون رو یاد بگیریم. اگه به ما ربطی نداره بگو به شما ربطی نداره. من نمیخوام تو وطنم ناامنی ایجاد بشه. نکنیم بگیم من نباید شرعن کاری داره. آقا راستی ما شرعن موظفیم تلاش بکنیم ناامنی ایجاد نشه؟ نه شرعن، ببین مثلا شرعی داریم سوال میکنیم ما، آیین شخصی جواب ندن، مثلا علما جواب بدن، ببینیم بالاخره تکلیفمون روشن کنیم. من موظفم تلاش بکنم ناامنی در جامعه هم ایجاد نشه؟ زمینه ناامنی رو چی درست میکنه؟ نفوذی ها، کوتاه اومدن مقابل دشمن. خب یا احکام شرعیش چی میشه اینا؟ چجوری باید برخورد کرد؟ بنده حالا زیاد اهل سیاست نیستم، نمیدونم چه خبره، ولی کلن دارم میگم وجتنب الطاغوت اقتضا میکنه مثل انعبدالله، اونجا چجوری شما باید از نجاسات پرهیز کنی؟ اصلا باید نجاسات رو بشناسی، درسته؟ از یه جایی رساله هست، خیلی قسمت های رساله عملی هست، حکم نیست، آگاهیه. مثلا میگه چیزایی که نجس هستن اینا هستن، بعد یه دونه حکم میاد اجتناب از این چیزایی که نجس هستن لازمه، مثلا تو نماز لازمه. شما بدونی دیگه اینا رو، همینجوری به من نگاه میکنی. خب برای عبادت باید آگاهی هایی داشته باشی، شکی نیست در وجوب اون آگاهی ها. برای اجتناب از طاغوت هم باید آگاهی داشت، آگاهی هایی باید داشت. خب من از علمای قم تقاضا میکنم چه آگاهی هایی باید داشت، اینو در مساجد قم تمرین کنن، جزوه هاشو به ما بدن، بعد ما هم بریم جای دیگه اینو تبلیغ کنیم، اجرا کنیم دیگه. چه آگاهی هایی واجبه ما داشته باشیم؟ اینا رو خوب خوبه بدونیم دیگه، چیز بدی که نیست، بنا شد گوسفند نباشیم. وجتنه بود طاغوت، اجتناب کن از طاغوت. حالا اگر یه سوال دیگه، اگر طاغوت زورش به ما نرسید و روشاش بسیار پیچیده شد برای اینکه بر ما سلطه پیدا بکنه، بازم شرعاً لازمه این روشهای بسیار پیچیده رو در بیاریم؟ بله،
حالا یه سوال، مثلا من برای اینکه روش‌های پیچیده دشمن رو بشناسم باید به کی مراجعه کنم؟ از چه طریقی؟ کیا واجبه برشون بگن؟ مثلا داری میبینی یه نفر داره عقب عقب میره، حواسش نیست، میفته زمین، داره میفته تو چاه، سرش میخوره زمین، متلاشی میشه، واجبه بهش بگی یا نه؟ من شرعاً واجبه بگی یا نه؟ مثلا یه کسی لباسش نجس شده داره نماز میخونه، خودش اصلا نمیدونه لباسش نجس شده، اصلا ندیده، رد شده، این لکه اینجا چسبیده، واجبه بهش بگی یا نه؟ نه. یکی داره با مغز میخوره زمین، حواسش نیست، تو دیدی آقا این نفت زمین اینه، واجبه بگی یا نه؟ یکی داره پاش میره روی مین، یه دفعه منفجر بشه کل مسجد هم رفته هوا، حالا واجبه بگی یا نه؟ بیشتر واجبه. حالا اگه یکی داره مملکت رو خراب میکنه واجبه بگی یا نه؟ واقعا کجا نوشته اینا رو؟ جالبه ها، یه احکام شهری آدم یاد قوم چه چیزایی یاد میگیره. ماشاءالله فقیه و مشتهد ریخته دیگه تو قوم، همه فتوا میدن با آدم. خیلی خوب، اینا کجا یاد گرفتید شما؟ حالا اگر کسی گفت شما واجب ترتیب اثر بدی یا نه، باید بررسی کنی ها. یه آیه ما داریم تو قرآن، انجا اکم، نمیخوام حالا اون آیه را اصلا نرید تو بس، فکر میکنم من دارم تیکه میدازم. یکی از وزرای محترم دولت که اخیرا استعفا داده، خیلی هم طرفدار این دولت بود، خیلی این دولت هم طرفدار ایشون بود، ایشون اعلام کرده، برخی گفت یا همه گفت یادم نیست، برخی ما میگیم احتیاط میکنیم، احتیاط لازمه، میدونید این طلبا زیاد احتیاط میکنن، برخی از کارهایی که دولت داره انجام میده برای عمدن میخواد ناراضی بتراشه، این حکم شرعیش چی میشه؟ سوال، علمای حوزه باید بررسی کنن حرف ایشونو که درسته یا نه؟ که نباید بررسی کنن؟ واقعا؟ این صد باید علمای حوزه نستیم و چه کارهایی باید بکنن؟ بعد اگه بررسی کنن بعد باید چی کار چکس رو نمید نشون بدن؟ تو رو درواسی گیر بکنن یا گیر نکنن؟ شما هم باید بررسی بکنید حرف ایشون که صحت داره یا نه، باید بررسی کنید، باید بررسی کنید، بعد بررسی کردید باید چی کار کنید؟ شرعاً چیه؟ با کارتون چیه؟ تکلیفتون چیه؟ آقا یه دولتی عمدن داره مردم رو فقیر میکنه، داره قرار خراب میکنه، به قول یه وزیری، من نمیشناسم حالا اینا خط و ربط سیاسی زیاد دارن، آدم سیاسی نیستن، خودشون گفتن، ایشون دروغ، حالا ایشون اگه دروغ بگه حکمش چیه؟ اگه راست بگه حکمش چیه؟ آقا اینا بالاخره کلی شما اینجا بکنم یه 30-40 تایی درس خارج نشین حداقل ما اینجا داریم، اگه درس خارج گو نداشته باشیم مسئله است دیگه، مسئله مهمی هم هستن اینا. اگر بینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش تو بینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، این شعره یا واقعا گناه هست؟ حالا این یه نابینا به چاه هست، حالا اگه یه کسی برای یه ملت داره یه بازی در میاره، حالا من نمیدونم اینا رو بالاخره باید شما برتکلیفش رو روشن کنید. انقلاب ما با همین تکلیف شرعی ها شروع شد. اصلا امام فرمود که من یه طلبه ای هستم، تکلیف خودم رو انجام دادم، تقدیر میکردن از حضرت امام. امام خلاف شرع انجام داد یا مطابق شرع انجام داد؟ یعنی وظیفه یه عالم دینی علیه کاپیتالیسم قیام کنه؟ بله؟ واقعا اینجوریه؟ تجرب دین شیکی دارید شما بابا، چه دین باحالیه. ژاپنیا اگه اینو داشتن هیچ وقت زیر بار کاپیتالیسم آمریکایی نمی رفتن.
اینقدر تحقیر شدن ژاپنیا، شده پایتخت اول خودکشی جهان. بنده دارم بحثی رو مطرح میکنم خدمت شما سروران خودم که آقا بحثای سیاسی رو بیاید از تعارف در بیاریم. احکام شرعی این گونه گفتگوهای سیاسی، کسب اطلاعات سیاسی، برخورداری از تحلیل سیاسی، احکام شرعی اینا رو ما بگی، احکام شرعی موضع‌گیری سیاسی رو ما بگی. چجور؟ چون میبینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. بعد چون ملتی را میخواهد به چاه بیاندازد، خاموش بنشینی گناه نیست؟ بله؟ گناه هست؟ یعنی بعضی ها ممکنه اهل علم باشن و این گناه رو انجام بدن؟ آقا شوخی نکن، من میشه این حرفشه. آقا این حرفشه، ما دیگه همه حرفای شما رو که قبول نمی کنیم. مثلا یک عالم دینی فرزانه مثل آقا سید روح الله نسبت به کاپیتولاسیون که علت مقاومت، علت این قیام امام علیه کاپیتولاسیون همون حکم شرعیه که سلطه کفار بر مسلمانان نباید باشد، درسته؟ واقعا اینجوری بوده؟ من چون خبر ندارم و میخوام ببینم دقیق، چون اینا رو که ما تو حوزه زیاد نخوندیم، یعنی درسایی که میخونیم تو حوزه زیاد تو این موضوعات شما نمیدونم کجا بلدید اینا رو. خب پس وقت اگر کاپیتولاسیون یه سلطه زشت و صریح و علنیه، این سلطه اگر پیچیده شد دیگه بیخیال، یا نه نسبت به اونم باید حساسیت داشته باشیم؟ برای کسی حساسیت نشون نده از عدالت میفته؟ واقعا مگه گناه کبیره است؟ واقعا چیزایی آدم یاد میگیره. من سخنرانی دیگه نکنم، برم در مورد این مطالبی که شما من گفتی فکر کنم یکم، چون الان نمیدونم واجبه برم بعضی چیزها رو بگم نباید بگم الان خیلی پیچید اوضاع به هم. اگر ما احتمال جاست، آقا ببخشید من اینقدر سوال میکنم، ما چون خیلی از من سوال میکنن، حالا ممکنه اینقدر اونا بلد نباشن فنی سوال کنن دیگه، ما یه جوری که علما جواب احکام شرعی ما رو بده. اگه احتمال جاسوسی درباره یه نفر دادیم باید چیکار کنیم؟ باید جاسوس فعالی که داره کشور رو با نفوذ از بین میبره، مثلا تیم مذاکره کننده هسته‌ای مثلا 8 نفرن، 3 نفر یا 4 نفرشون جاسوس در میاد. بعد اطلاعاتی به دست میاد که آقا مثلا بعضیا خیلی اون طرف بودن و الی آخر، احتمال جاسوسی داده میشه. بعد اون وقت باید ما الان چیکار کنیم؟ شرعاً واقعا وظیفه بررسی داریم؟ حساسیت باید نشون بدیم؟ من نمیتونم همینجوری حرفا رو از شما قبول کنم. باید افشاگری کنیم؟ نمیتونم اینجوری قبول کنم، چون ممکنه جامعه ناامن بشه، مردم احساس اضطراب بکنن. خب بالاخره اینا مسائلی است که باید نسبت بهش، باید دین اینه دیگه، خب اجتناب کن از طاغوت. این شیوه اجتناب از طاغوت شما رو من توضیح بدید، انقدر خوشگل احکام نماز و طهارت و نجاسات رو برای من توضیح دادی که در حالی که درجه اهمیتش انقدر کمه که حالا کسی لباسش هم نجس بود باشه نماز میخونه نمیخواد بگی ولش روز بخونه. آقا من دیدم این نماز سرکتیشو 2 رکعت خون سلام داد، چقدر هم حالش خوبه، یعنی فکر میکنه الان 3 رکعت و نیم هم خونده، واجبه بهش بگم؟ آقا من که میدونم نمازش باطل شد، بگم نگم؟
فقط چه جالبی دارید شما. حالا من اگه دیدم یک جریانی داره یه ملتی رو به خاک سیاه مینشونه، باید بگم و نگم؟ ببینید یاد از منظر دین نگاه کنیم رفقا. من ازتون خواهش میکنم، حالا اون جوابایی که شما برای استفتاءاتی که بنده از محضر شما کردم دادید، که من شما تقلید نمی کنم که شما این جوابا رو من دادید، ولی از علما بپرسید. بالاخره من دفعه بعد اومدم بپرسم از شما، بگید فقها ها اینجوری میگن، درسته؟ این قسمت اول سخن. قسمت دوم صحبت، دانستن احکام و معارفی که اجتناب از طاغوت رو نتیجه میده واقعا بر ما واجبه. شک نکنید، حالا من سوالی مطرح کردم، نمیشه خدا بر ما واجب نکرده باشه فهمیدن اون چیزایی رو که ضروریه بفهمیم. بعضی وقتا تصادفاً برخورد کردی با یه مسئله، بلد نبودی، اونجا میگن جاهل قاصر، ولی بعضی از مسائلی که باید بلد میبودی و بلد نبودی و بعد عمل نکردی میگن جاهل مقصر دیگه. خب این یکی، اینو بذاریم کنار. اما جشن دهه انقلاب هم هست، یه بعد دیگه هم این سخن داره. رفقا اگر دانش‌های لازم برای اجتناب از طاغوت رو داشته باشیم، قدر این انقلاب و نظام و رهبری رو خواهیم دونست. تازه میفهمیم کجای عالم هستیم. خوارج نمیشیم، خروج نمی‌کنیم. چطور؟ شما میدونی الان آقا داره چی کار میکنه؟ شما میدونی امام چی کار کرد؟ اگه شما دانش‌های لازم برای اجتناب از طاغوت رو بلد نباشی، نه متوجه میشی امام چی کار کرد، نه قدر نظام رو میدونی، نه روند رشد و صعود و پیشرفت رو خواهی دانست، نه متوجه میشی آقا داره چی کار میکنه. بعد شکرگزاری نمیکنی، بعد حمایت نمیکنی، بعد پاش وای نمیستی، بعد قدردانی نمیکنی. در این باره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک مرجع تقلید برجسته آموزش هایی دارن. برخی از طلبه ها ایراده هایی گرفته بودن به مشکلاتی که تو کشور هست، امام جواب داده. امام می فرماید اصل نظام رو شما نگاه کنید، اینو قدرش رو نمی دونی، وقتی دوتا اشکال گیر آوردی بعد به خاطر این اشکالات داری اصل نظام رو می زنی. اینایی که امام گفت خلاف شرع بود یا عین شرع بود؟ اینا رو چرا به ما آموزش نمیدن؟ اگر ما آموزش های دینیمون در بخش اجتناب از طاغوت کامل باشه، اون مقدار اجتنابی که شده به دست آوردیم و قدرش رو میدونیم، میدونیم امام چی کار کرد، قدر شهدامون رو میدونیم. شهدا فقط شهید نشدن، که این همه مقام برای کسیه که فقط شهید بشه. شهدا غیر از شهادت خدمتی کردن برای پایداری نظام اسلامی، برای ثبات اصل ولایت، برای مقدم سازی برای ظهور، برای بیدار کردن جهان بشریت. شهدا فقط اجر شهادت نبردن، که شهدا بخشی از پاداششون مال بصیرتی بود که داشتن، بخشی از پاداششون مال این بود که ملت‌ها رو نجات دادن. ثواب شهدا رو فهرست کن ببینم کی میتونه ثواب شهدا رو لااقل عناوین و سرفصلاش رو فهرست کنه. کسی که یه مقدار دانش در ارتباط با اجتناب از طاغوت داشته باشه. اصلا حالیت چه خبره دنیا؟ میدونید چی کار کردن این شهدا؟ چرا این شهدا به قول حضرت امام یک شب راه 100 ساله رو طی کردن؟ اصلا چرا شهدای ما اینقدر گلن؟ اصلا میدونید چقدر شهدای ما اینقدر چقدر گلن؟ چقدر نورن؟
عظمت این شهدای ما رو شما میدونید چقدره؟ حضرت امام سخن به گزافه نمیگفت. یه بار رزمنده ها اومدن جلوش، فرمود من شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. همین برای اینکه اسلحه دستشه، فقط حاضر از جان خودش بگذره. میدونید برای چی از جان خودش گذشته؟ چند تا هدف رو در جا تأمین کرده، با یک تیر چند تا نشون زده. خدا چجوری با اینا حساب خواهد کرد؟ یا همه دانش‌های ذیل اجتناب از طاغوته. دانش‌های ذیل اجتناب از طاغوت رو داشته باشی ولایت مدار میشی، و الا ولایت ندار خواهی بود. دانش‌های اجتناب از طاغوت رو داشته باشی رسالت جهانی انقلاب اسلامی رو متوجه میشی. راستی یه جمله از حضرت امام میگم درباره در وصیت‌نامه ایشون، فرمودن مسئولین جمهوری اسلامی فکر نکنن هدف نظام جمهوری اسلامی فقط آباد کردن کشوره، این رو باید انجام بگیره، ولی اگر مسئولین جمهوری اسلامی از رسالت‌های جهانی انقلاب اسلامی صرف نظر کنن و بی توجهی بکنن به مثلا مقدم سازی برای فرج و نجات عالم، فرمود اینا خائنن. بعضی از افراد سیاسی هستن مثلا رسما میگن ما کاری نداریم به رسالت‌های جهانی انقلاب، رسما میگن ما خائنیم، بعد شورای نگهبان اینا رو تایید میکنه تو انتخابات. من اصلا درک نمیکنم، متوجه نمیشم یعنی چی. بالاخره یه دینی رو امام به ما یاد داد. امام فرمود خائنن، شرعی گفت یا غیر شرعی این حرف رو زد؟ متهم کرد اونها رو یا واقعا اونها خائنن؟ خب اگه واقعا خائنن، خب چرا شما نگهبان تایید میکنه؟ برای اینکه جیببری نکردن. اون چه نیاز داره جیببری بکنه؟ گناه هر کسی به حسبش باید باشه. حالا یه گناه شخصی هم انجام داده باشه چه اهمیت داره؟ این داره خودش اعلام میکنه. ما الان نماینده مجلس داریم، حالا زیاد تعجب نکنید، تو رو خدا نمیخواد زیادم دیندار بشید، همینجوری کجدار و مریض دینداری بکنیم بهتره. بیاد پشت تریبون مجلس میگه 40 ساله ما تو این انقلاب بد رفتار کردیم با جهان، ما تنه زدیم، اینا جنگ به ما تحمیل کردن، ما بد رفتار کردیم، 17,000 نفر هم ما کشتن، ما بد رفتار کردیم. 17,000 نفر تروریست ها، فقط ما شهید ترور داریم 17,000 تا. ما بد تا کردیم؟ ایشون چی داره میگه؟ من الان اجازه دارم شرعن ایشون رو تحلیل کنم و بررسی کنم ببینم بحثای در مورد اجتناب از طاغوت الان درباره ایشون چجوریه، ببینم اون وقت ایشون خائن هست یا نه، یا اصلا اینا بحثای سیاسی بنده طلبه برم نماز و شکیات مردم رو درست کنم، اینا جزء دین نیست. ولی واقعا ما سرگیجه گرفتیم والا به خدا قسم. شما یه کار رو شروع کردید انداختید دست ما، آقا سیاست و دیانت ما یکیست، بعد ما رو بردید پای جلسه قرآن، انی عبد الله وشتن بود طاغوت، حالا میگیم آقا این طاغوت، این طاغوت داره میاد، طاغوت جهانی مشخصاتش اینه، به این شیوه داره عمل میکنه، این آقا سیاسیه، اصلا مسئولیت داره شر، یعنی مجوز شرعی مسئولیت گرفتن ایشون رو شورای نگهبان داره، بعد ایشون هیچی رو قبول نداره، راه سلطه طاغوته، خودش راه سلطه طاغوته. الان من شرعاً باید با این چی کار کنم؟ ای بابا خیلی سوال واضحیه.
اگه من فقط باید برم احکام فردی بخونم، خب بگو. لال باید بشیم، ساکت بشیم، هر موقع اینا جنگ برای ما درست کردن ما بریم شهید بشیم؟ مثل کاری که بنی صدر سر این مملکت آورد، به اونا گرا داد بیا، بعد ما میرفتیم اینور شهید میشدیم. اینه، اینجوریه، اینجوری بابایی میخواد اسلام که سر در نیاره از سیاست؟ من تقدیر میکنم از جلسات مسجد چهار مردان، ولی هر هفته شما باید این جلسه رو داشته باشیم، برای اینکه ما احکام شرعیمون رو برای اجتناب از طاغوت بدونیم. بالاخره حالا بنده چهار تا سوال بلد بودم مطرح کنم، همه علما باید بیان جواب بدن. من باید چی کار باید بکنم دیگه؟ حالا باید چی کنیم؟ این واقعا شرعیش، مثلا شرعیش شما باید بپرسید آقایی به جواب بده. بالاخره شرعن چی میشه؟ این کسی که تابعیت بیگانه رو داره اونجا رفته تعهد داده من سلطه شما رو میپذیرم. شرعن تکلیفی که تکلیف کسی که سلطه بیگانه رو خودش پذیرفته باید چی کارش کردیم؟ آنه چیه اینه الان؟ آقا تو خدا کمک کنیم، این انقلاب ما آغاز شد سر اعتراض شرعی نسبت به کاپیتولاسیون سلطه کفار. بود ما حساسیت های شرعی خیلی مهمه در عرصه سیاست. نمیخوایم هم الکی بیگدار باب بزنیم خودمون فتوا خودمون صادر کنیم، نه میپرسیم، ولی هر فقیهی باید به این سوالا پاسخ بده. میدونید فایدهش چی اگر فقها به این سوالها پاسخ بدن؟ فایدهش اینه که اگر این اتفاق جلو چشم همه افتاد دیگه فقها ساکت نمیشینن. الان یه اتفاقی مثل جشن هنر شیراز تو وسط چهار مردون رخ بده همه حساسیت نشون میدن. این بدترش داره اتفاق میفته. آقا اینو دیگه داریم میبینیم دیگه، جشن هنر شیراز چیزی نیست در مقابل اون. و اون سلطه کفاره، سلطه اجانبه. بعد اگر سیاسیون شرعیات رو توی امور اجتماعی و سیاسی که بعضن علما صریحاً بیان میکنن زیر پا بگذارن، حکم اونا چیه؟ ادامه داره، اصلا این تموم نمیشه این سوالا. حالا ما برنگردیم به قسمت اول بحث، بازم اون قسمت های منفی رو بذارم کنار. من بیشتر از این تو اون قسمت های منفی چون شرعاً نمیدونم دقیقاً چقدرش رو باید بگم میذارم کنار. این قسمت ایجابیش به شما بگم، جریان اجتناب از طاغوت رو اطلاعات لازم و دانش‌های لازمش رو ببینیم، به عشق این انقلاب زندگی خواهی کرد، به عشق این انقلاب شغل انتخاب می‌کنی، به عشق این انقلاب فعالیت مجاهدانه خواهی داشت و به عشق این انقلاب فداکاری خواهی کرد و فدا خواهی شد. خواستی یه جمله دیگه از حضرت امام بگم؟ ایشون نمیدونم، من حالا دقیقشو چند روز پیش خوندم ولی حالا تعبیر دقیقشو من نمیدونم، ما کمی با احتیاط میگم. ایشون میفرماید تو جمهوری اسلامی کسی تنبلی بکنه ضد انقلابه. اون چه حسابی میتونی بده؟ سستی بکنه، کار دستش گرفته درست کار نکنه، نه مدیریت کلانا. بازم شما مراجعه کنید به تعبیر حضرت امام. اینا ببخشید احکام شرعی مربوط به اجتناب از طاغوته، تو لازمش فراهم آوردن یه قدرتیست مقابل قدرت طاغوت. نمیشه که آدم اجتناب کنه از طاغوت. اون نامرد قدرت داره، سلطه و هیمنه داره، یه ملکه گذاشتن اونجا منحوس تو انگلستان، همه مطیعشن. ما اینجا هیچ چی نداشته باشیم بعد بخوایم مقابله اون بیستیم، مثلا عقلا امکان نداره. ما
باید قدرت فراهم کنیم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. شهید مطهری از این قوه تشکیلات و از این قوه نظام اسلامی در می آورد. خب حالا ما باید کمک بکنیم، اعدو لهم ما استطعتم من قوه. حضرت امام نمیدونم رو چه حسابی، شاید رو همین حساب آیات قرآن اینها که ما میبینیم، رو همین حساب ها فرمود کسی سستی بکنه و تنبلی بکنه ضد انقلابه. اینجوریه. حالا البته حضرت امام یه جملاتی هم فرمودن، من شرحشو باید بپرسم از شما اهل علم و فضل، حفظ نظام از نماز واجب تره؟ که خب الان من 600 تا میتونم سوال زیرش مطرح بکنم. 600 عدد نامحدوده. یکی میگه حاج آقا بگو 500 یا بگو 600 مالا خلاص کن. دلم برات بگه اگر ذیل اجتناب از طاغوت شما دانشهای لازم رو، اونایش که واجبه، اونایش که فضله هیچی بدونی، واقعا قدر این انقلاب رو خواهی دونست، واقعا متوجه میشی که انقلاب ما چی کار کرده. این یک حقیقته. جنبشی که تو فرانسه راه افتاده علیه مثلث شوم لندن تلاویو واشنگتن، روشنفکرای فرانسه، سیاسیون فرانسه، کارگرای فرانسه، اندیشمندان فرانسه اومدن تو این جنبش علیه نظام سرمایه‌داری و سلطه، بعد رسماً توی مصاحبه تلویزیونی میگن چی؟ میگن ما این حرکتمون رو از انقلاب 57 ایران یاد گرفتیم. اثرت رو ببین تو جهان. چقدر حالا باید این انقلاب رو تقویت کنیم؟ واقعا کسانی که این انقلاب رو تقویت نکنن، حالا هیچی من براشون منفی صحبت نکنم، مثبتش رو بگم، واقعا این انقلاب خیلی عشقه، سعی کنید این انقلاب رو تقویت کنید و لذت ببرید از این انقلاب، لذت ببرید از این که در این زمان دارید زندگی میکنید، که پرچم اجتناب از طاغوت رو تو عالم علم کردید، الگوی فرانسه شدید. چقدر لذت بخشه. ما اگر ذیل اجتناب از طاغوت دانایی های لازم رو داشته باشیم و شیوه های اجتناب از طاغوت رو دقیق بدونیم، یکی از نتایجی که میگیریم میدونید چیه رفقا؟ یعنی دانشش رو داشته باشیم، میگیم آمریکا که در حال فروپاشیه. من از شما یه سوال بکنم، چند درصد حزب اللهی یا انقلابیون، حالا انقلابیون شل و سفت و محکم و غیر اونو کاری ندارم، به طور کلی مذهبی ها که نظام رو قبول دارن، چند درصدشون دارن میبینن و قبول دارن که آمریکا در حال افوله؟ من قبول ندارم همشون قبول دارن. حضرت آقا مگه 12 بهمن نفرمودن آمریکا در حال افوله؟ این دانش و این بصیرت رو ایشون از کجا به دست آورده؟ وقتی شما بیای تو معادله قدرت آگاهی های خودت رو ذیل اجتناب از طاغوت زیاد بکنی، میفهمی این طاغوت چقدر ضعیف شده. یه سخن درباره حضرت امام درباره افول آمریکا خدمت شما تقدیم کنم. امام که سخن محکم میگفت، امام که واقعا برای جشن دهه فجر شما همین مطلب رو من به شما بگم، لذتشو ببر، حرکت رو تو تشدید کن، تو که میبینی دشمنت داره نابود میشه محکمتر حرکت کن و این اطلاع رو برو همه بده. من چجوری بگم دشمنم در حال نابودیه و من در حال پیروزیم؟ آخه بعضی از جوانا میگن آقا چجوری دفاع کنیم از نظام؟ من تعجب میکنم، میگم افتادیم تو موضع انفعال. چرا تو باید الان خبر بدیم ما داریم عالم رو میگیریم؟ میگه من چجوری دفاع کنم از نظام؟ او برای ماجرا رو چرا نمیبینی؟ چرا بعضی ها این افول رو نمیبینن؟
بگذاریم از ساده لوهای احمقی که یا مریضن یا نادانن فکر میکنن واقعا آمریکا کت خداست. اونا رو همش که 24 ساعته نباید با اونا بحث کنیم. دوستان من، ما شعارهامون هم حتی به این سمت نرفته. توی جمعی از شاعرای انقلابی چندشون هم بچه های قم بودن، گفتم که آقا بابا یه فکری بکنید، ما اصلا ادبیات پیروزی نداریم. یادم یه سال اینجا در این باره صحبت کردیم، ما توی این مسجد، یادم در باره ادبیات پیروزی و فرهنگ پیروزی که نداریم. بعد ایشون رفت یه سرود ساخت، داد یه کسی خوند، دادن به من گوش کردم. من نمیدونم چرا این سرود پخش نشده. تو اونجا شعر قشنگی آورده که آمریکا، ما قبلا میگفتیم مرگ بر آمریکا، الان میگه مرده ای آمریکا. ان شاء الله. آقا خوشم اومد. یکم گوش بدیم جون بگیریم آخه. حرف راست. نگاه امام رو، الهی فدای امام بشم. امام می‌فرمود که خواهش می‌کنم توی صفحاتتون این قسمت از صحبت امام رو بگیرید تکثیر کنید. خواهش می‌کنم نذارید امام غریب بمونه. امام می‌فرمود 30 سال پیش الان چی شده دیگه نمی‌دونم. 30 سال بیشتر از 30 سال پیش می‌فرمود شیر وقتی پیر میشه زورش نمیرسه که شکار بگیره، یه عربده گاهی میکشه، بعد زورش نمیرسه حتی نعره بکشه. تا نعره میکشه یه چیزی هم ازش خارج میشه. بعد می‌فرمود آمریکا اینجوریه. نگاه امامه، امام تحلیل داشت به این حرف. اما تحلیل داشت برای این که بگه آمریکایی خلطی نمیتواند بکنه. هرکی تحلیل نداشته باشه دانشهای لازم زیر اجتناب از طاغوت رو یاد نکرده. این رو بهش ناقص یاد بدن. موضوعاتی رو که باید بفهمه نفهمیده. ما واقعا جشن 40 سال انقلاب رو داریم میگیریم. واقعا این جشن حقیقیه. فقط روحیه غضب نسبت به کفر و ظلم و غضب نسبت به نفوذی های اونها رو نداشته باشه. این غضب در کنارش یک احساس شادی و مسرت، یک امید وافر به آینده، یک احساس بسیار بسیار خوب و قوی نتونه ها اینو داشته باشید. بعضی ها خیلی سیاه نمایی میکنن با ادبیات حزب اللهی. سیاه نمایی مطلق ما نداریم. ما قصه این نفوذی ها و اینا رو هم نمیخوریم. یه بارها من این روایت ها رو گفتم. میفرماید لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. از فتنه در آخر الزمان نگران نباشید. اون احکام شرعی هم که قبلا بهتون گفتم اگه یاد نگرفتید بسیار، چون هر کی حرف غلط کار غلط تو این کشور انجام میده دو سوته ضایع میشه. ضایع نشدن؟ الان فقط باید ترحم کرد به اونایی که میگفتن برجام رو امضا کنیم همه تحریما برداشته میشه. آدم دلش میسوزه. آره یعنی آدم خجالت میشه نگاهش میکنه، میگم الان شرمنده میشه خودش. چون کسی خیلی شرمنده شده باشه آدم شرمش میاد بهش نگاه کنه. نباید بر رو بر آدم بهش نگاه کنه بگه خجالت بکش. خودش داری که آب شده بدبخت. حالا دیگه ما به مو من نمیدونم دیگه با چه آب و صابونی بیاریم روشو بشوریم. من چه میدونم آقا، این مسائل رو برو بپرس دیگه. واقعا ما خیلی توی اوضاع خوبی هستیم. هر کی حرف غلط میزنه دو سوت زایه میشه. ما یادمون نمیره
کسانی که میگفتن بشار اسد داره مردمشو میکشه، الان اینا رو از تو قبل در بیار بگو حاضر این حرف رو دوباره تکرار بکنی، دوباره میمیره. خدا دوباره میره توی مثلا استخر چیزی ده. نه شما سیاسی برداشت کردید گفتم استخر، نه من منظوری نداشتم، ببخشید. نه منظورم این بود که کلن دارم عرض میکنم میره مثلا یه جای دیگه، نه منظوری نداشتم، حیبت نکنیم پشتر مورده. نه خیلی فضای عالیه، خیلی فنه ها توبیر و منافقین. امام صادق علیه السلام میفرماید اصلا تمنا کنید فتنه ها رو در آخر الزمان. ای خدا ما رو با اراجیف اراجیف بویان امتحان کن. چون وای میسیم بهشون نگاه میکنیم میخندیم، تفریه نداریم. اینه که میگن قوانین CFT باید امضا بشه، حالا اگه امضا بشه ما یکی دو ماه دیگه تفریح داریم حسابی، این دفعه دیگه توپش تو میدون مجلسه. خوش مجلس رأی ها شفاف بود، بله شفاف باشه. ببینیم نمایندگان شما هم میتونن. خب من از ابراز شادی و شکر و شیرینی نسبت به پیروزی های پی در پی و اوج انقلاب هم میگذرم و چند دقیقه شما رو در آستانه ایام فاطمیه هستیم ببرم در خونه از زهرا سلام الله علیها. چند شب پیش یه صحبتی رو تو مشهد حرم مطهر انجام دادم، بوی حرم میده. اینجا توی 3-4 دقیقه وقت دارم تو چند دقیقه بگم بحثو قبل از روزه ها. 5 دقیقه به شما میگم رفقا نگاه کنید، شما خیلی آدمای باهوشی هستید، خیلی سریع مطلبو میگیرید. ما انقلابمون رو با امام حسین شروع کردیم ولی با حضرت زهرا ادامه دادیم. انقلاب ما عاشورایی بود ولی فاطمیه‌ای داره ادامه پیدا میکنه. عاشورایی بودن یعنی این که حسین قریب بمانی میاییم جان میدهیم در راه تو. فاطمیه‌ای بودن یعنی یا زهرا نمیگذاریم علی تنها بماند که بخواهد میان کوچه کشیده به شفت. خیلی فاطمی پیامش بالاتره. رزمندگان ما در دفاع مقدس عاشورایی عمل نکردن، فاطمیه‌ای عمل کردن. میدونستید اینو؟ نگاه کن عاشورایی یعنی چی؟ امامت وسط قریب وایستاده میگه حل من ناصر الینصرونی، اینا میان قبل از امام شهید بشن. ما امامون تو در طول جنگ اصلا قریب نبود، امامون تو جماران بود تا کیلومترها جلوتر رزمنده ها رفتن نذاشتن تو کوچه به کوچه بنی هاشم پای دشمن برسه. ما انقلابمون رو اتفاقا میدونید اکثر شهدا و اکثر عملیات های ما با رمز یا زهرا و با روزه حضرت زهرا بود و با ایام فاطمیه بود. من شک ندارم انقلاب ما حسینی است، اما تداوم انقلاب ما فاطمی است. همه 200,000 شهید ما فاطمیه ای بودن. دو جور دفاع از امام داریم، یه جور دفاع قمر بنی هاشم و فضل عباس، یه جور دفاع فاطمه. فرقشون چیه؟ بگو. عباس میخواست خدا حافظی کنه بره، حسین فرمود عباسم دیگه میخوای داداشتو تنها بگذاری،
یعنی تو بری منم میکشن ها. ابوالفضل شروع کرد گریه کردن. اما فاطمیه چجوری بود؟ فاطمه زهرا صدا زد علی تو بنشین من میرم تا تو بمونی. شهدای ما به امام اینو گفتن. فاطمیه ای بود عجیب جنسش. اصلا یا فاطمه زهرا این بچه ها رو شما تربیت کردین، نذاشتین کسی هیزم ببره در خانه ام. باریکلا به شهدا، باریکلا به انقلابیون. عاشورایی شروع کردیم اما فاطمیه‌ای داریم ادامه میدیم. خیلی عالیه. همین دست فرمون برید جلو، باور کنید به همین زودی ها میریم کوچه بنی هاشم تو مدینه برای مادرمون فاطمه زهرا سوگواری خواهیم کرد. جهان رو آزاد میکنیم. به خدا قسم اگر در مدینه یه جمعیتی نصف جمعیت همین جلسه شما بود، تا صدای ناله فاطمه بلند میشد شما ریخته بودید کار رو تمام کرده بود. نصف جمعیتی مثل شما بود اصلا کسی هیزم نمیتونست بیاره در خانه حضرت زهرا. نمیذاشتید کار به ناله زدن بکشه. 40 سال انقلاب ما احدی نذاشت کار به ناله زدن امام و رهبری بکشه. ما اینیم. صداقت گریه های ما رو یا فاطمه بپذیر. یا فاطمه یادت اومدی تو خونه نگاه کردی علی زانوی غم بغل گرفته، گفتی ای کاش من مرده بودم این صحنه رو نمی‌دیدم. 40 سال این مردم نذاشتن امامشون زانوی غم بغل بگیره. اینا بچه های تو هم. ما با روزه عاشورا شروع کردیم ولی با روزه فاطمیه داریم ادامه میدیم. کسی میگفت جشن انقلاب با روزه فاطمیه با هم شده این مثلا مشکلی ایجاد نمی کنه؟ مثلا حقیقت این انقلاب و نظام روزه حضرت زهرا است. اصلا با هر چی داری بر روزه حضرت زهرا است. ما وسط عروسی بچه‌مونم سر به دیوار می‌گذاریم، یه یادی اول می‌کنیم از عروسی فاطمه و علی، بعد ناله می‌زنیم میگیم چقدر زیبا بود اون شبی که فاطمه به خانه علی آمد. تو عروسیامون از عروسی علی و فاطمه حرف می‌زنیم، کف می‌زنیم، 2 دقیقه بعدش رفتیم میگیم امان از اون شبی که فاطمه از خانه علی رفت. فاطمه جگر ماست، قلب ماست، هستی ماست، حقیقت ماست، چراغ انقلاب ماست. چراغ انقلاب ما روغنش از چراغ خانه فاطمه است. ما با فاطمیه ادامه میدیم. آخرین روزه من حضرت ابوعبدالله الحسین چی میخواست تو کربلا؟ علی اصغرشو بلند کرد فرمود اما ترمهو کیفیت الازا عطشا. نمیبینید این از عطش داره دست و پا میزنه؟ یه آب بدید. نامردا آب ندادن، یه حد اقلی میخواست. اما فاطمیه چی میفرمود حضرت زهرا؟ گریه میکرد، میگفتن چرا گریه میکنی؟ میفرمود من نمیدید حق علی رو گرفتن. فاطمیه حکومت علی میخواست. خیلی بلند بود پیام روزه فاطمیه. هرگز حاضر نشد از علی کوتاه بیاد. پریاد زد اومد میدان.
ما برای قصه های حضرت زهرا گریه میکنه، سطح روزه ها با هم فرق میکنه. اینجا روزه ها حد اکثریه، اونجا حد اقلیه، اونجا ناله میزنیم. چرا حد اقل ها رو منع کردید؟ اینجا ناله میزنیم میگیم چرا حد اکثر هایی که فاطمه خواست به اون ندادید؟ شاید این فاطمیه. بعد الان انقلاب ما الان تو کدوم قسمته؟ جنسش از جنس فاطمی هست یا فاطمه زهرا؟ تا مدینه رو آزاد نکنیم از پا نخواهیم نشست. ما بهت قول میدیم انشالله به همین زودی ها یه شب بیایم تو مدینه، ناله ای رو بزنیم که زینب میزد مادرم کجا؟ زیر و رو میکنیم جهان رو، ما از پا نخواهیم نشست. رفته بودم مدینه، یکی از رفقا گفت من بلدم کوچه بنی هاشم کجاست. تو این بنایی ها و تعمیرهایی که کردن محو کردن آثار رو، بیا بهت نشون بدم. اولش با شوق و ذوق گفتم خب باشه میریم یاد میگیریم. تو راه داشتیم میرفتیم گفتم نه من نمیام. گفت چرا نمیای؟ گفتم اصلا نمیتونم بیام. گفت چرا؟ گفتم چه دیدم داره جایی که فاطمه رو زمین افتاد، مادر ما رو توی کوچه این سیلی زدن، من بیام اونجا رو تماشا کنم که چی؟ برای چی باید بیام اونجا رو ببینم؟ اینجا شبیه اون گودی قتلگاهی که فرمودن رفتید کربلا نرید گودی قتلگاه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیاموز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دانش‌های لازم برای اجتناب از طاغوت به ما بیاموزان، احکام شرعی اجتناب از طاغوت رو به ما خدایا یاد بده، فقیهان ما معلمان اجتناب از طاغوت قرار بده، اجتناب از طاغوتی که ملت ما آغاز کرده جهانی بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل